امروز خانم جم نژاد برای تمام شاگردهای قدیم ژانداک یک سورپریز داره. اجازه گرفتم بعد از تلاش‌های بسیار که بتونیم بریم از مرسه ژانداک فیلم برداری. اینجا خیابون منوچهریه در تهران. خیابون منوچهری هنوز همون بافت قدیمیشو داره و از اون خیابونهای قشنگ تهران. البته اینجا مثل تمام جاهای تهران پیشی بد اخلاق هم داریم. اینجا هم خیابون لاله‌زار نوعه به کلیه وسایل برق و این چیزا هم برم میکنه به توپخونه. اینم وسایل تحلیل فروشی است که حوالی مرسه ژاندارک و حتما خاطرات زیادی برای قدیمی های ژاندارک داره. اینم توشه. حتما براتون خاطراتی فکر نکنم که بافتش عوض شده باشه. اینم اون آقایی بوده که در اون زمان صاحبش بوده. خلاصه خانم جم نژاد امروز برای تمام قدیمی های ژاندارک خیلی کادوی بزرگی میده و من ازش ممنونم. اینم کوچه ژاندارک و کم کم میریم به طرف مدرسه. این خیابون حتما شماها خیلی خوب میشناسید. من چند بار البته اینجا فیلم گرفتم براتون. این خونه قدیمی است. این حتما اون موقع بوده. اینم کوچه بغلیشه و اینم خود مرسه ژاندارکه. اونم احتمالا ماشین بعضی خانمه پارک کرده. اینم سردارشه. اینم سردار فیلمشه. اینم درواز شد و حالا باید منتظر مدیر باشیم. اینجا مثل این که سرایداری بوده. فکر نکنم کسی تا حالا تونسته از این حیات برای شما فیلم بگیره. امیدوارم خاطراتتون زنده بشه و خوشتون بیاد. یک دست گلم برای مدیر مدرسه خانم جم نژاد گرفتم. نمیدونم تا چه حد عوض شده. من که اینجا شاگرد آموز نبودم. برای شما زینفه دیگه میریم از پشت حیات میاتش فیلم میگیریم. اینم احتمالا حیات پشت دستشویی باید باشه. من اینا رو میگیرم چون که میدونم بچه که بودین اینجا شلوغ بازی کرده.
من توضیحی نمیدم، همینطور در سکوت میگیرم، برای اینکه برای بچه های مرسی جان دارک شاید توضیحی لازم نباشه. مقدار اسباب بازی هم براتون گذاشتن، شنیدم که الا کلنگ بوده اون موقع. نسه فقط این اجسا رو چه میگیری؟ اینم داخلشه. اینم احتمالا اینم کلاس هاتونه. اینم احتمالا حیات تفریحتونه. اینم احتمالا زنگ تفریح می رفتیم اینجا. اینم تابلوهاتونه رو. اینم احتمالا صندلیه ایست که فرمش احتمالا عوض نشده، نمیدونم چجوری بوده قبلا. این حیات تفریح پشته که خانم جمع‌نژاد میگه که بچه های کوچیک اینجا بازی میکردن. مرسای قشنگیه، حتما همه تون دوران قشنگی توی این مرسای داشتیم. حالا زمستونی خود برگگیهاش گل نداره، ولی احتمالا تابستونش قشنگیه. مثل این که اینجا ناهار خوری بوده قبل. یه چند تا فیلم اومده. اینجا ناهارخوری بوده، منتها مثل که حالا یه مصرف دیگه ای داره، ناهارخوری رو جمع کردن. قدیمیه دیگه، اتفاقا مثل این که الان جزو آثار باستانی تلقی میشه. اینا احتمالا کلاس های قدیمی رو تئاتر و اینا دوش بازی میکردن. اینجاست، اینجاست کلاس تئاتر. اینجا یه مثل این که سالن سینماست، برای اینکه اینجا احتمالا دورش پروژکتوره و اونجا هم یه استراد داره برای تا
تاس بازی کردن. یه هاپوی خوشگلم اینجاست که به ما سلام میکنه. سلام هاپو. چطوری هاپو؟ اینجا مثل این که توضیح یه تئاتر کارگردان و نمیدونم چی من که بلد نیستم بخونم. اینجا نور بنز کافی نیست که بهتون نشون بدم، ولی سالن ناهارخوری اینا اینجا بوده. سقفش هم قشنگه، اونجا چراغا رسل نیست که بهتون روشن. از بلاشی رفتیم بالا نمیم دوتاره رفت این پله ها احتمالاً برای شما ها آشنایی داره. احتمالاً اینجا ها برای شما آشنایی داره. این هم دفترچه های امتحان اون زمانه که مدیر اینجا که خیلی خانم با محبتی هستن محبت کردن به ما نشون توضیح بدیم. این هم دفتر امتحانات مدرسه راهنمایی سال 54-55. نمراتشون خوب بودی یا بد بودی؟ اینا که زیرش خط قرمز داره که خیلی ریاضیات مخصوصا بد بوده؟ خیلی خرابه. میخوانی اسمشون هم بگیم؟ نه نمیدیم. این مال خانم فتنه اشرفیه که دوستای فیسبوک منه. این هم ریز نمراتشه. این ریز نمرات خانم شبنم افتخاریه که نشون نمیدم ولی نمراتش خوب بوده. این مال خانم تانتا بازرگانه. آشنا کسی هست؟ بله. نسترن شبابی. آماده گذاشتم دستت درد نکنه. مژگان فاطمی. مژگان فاطمی. مژگان رحمانی. کی ایشون؟ اینم از دوست خانم. بله. نازیا زرین. نمره‌هاش هم زیاد خوب نبوده. این دو تاش خیلی بد بوده. مدرک. اینا هم چشامو گذاشتم میتونم ببینم. اینا سرکاریه. که ریز نمره‌هاش نشون نمیده. این هم کارنامه خانم میتراز سعیدیه که 17 گرفته بوده. خیلی خوبه. این هم مال خانم نیلوفر کوشهاست که البته دوست من نیست ولی اسمش برام آشناست. اینو من نمیشناسم، خانم شراره اخوان، ولی کلی چون که 20 داره خواستیم یه 20-30 سال بعد بهش تبریک بگیم که خیلی شاگرد خوبی بوده. خانم جمع نجاد هم ازش تعریف میکنه. قبولم شد. حریری خانم حاج حریری آزاده که خیلی انسان بزرگ و خوبیه که میشناسمش. نمراتش هم خوب بوده به غیر از اینه که سرخ کشتن رو نمیدونم اینا سرخ کشتن چون که بد بوده یا خوب بوده در حال قبول شده. این هم کارنامه خانم فیروزه قیایی که مثل اینکه شاگرد اول بوده تو مدرسه ولی بهش جایزه ندادن. اینم کارنامه خانم فریبا کلانتری که در پاریس زندگی میکنه و دختر بسیار خوب و بسیار با شخصیت. اینم کارنامه خانم آزیتا ازامی که فکر میکنم تو فیسبوک دوستمه، نمراتش هم بسیار خوبه و قبول شده. اینم کارنامه خانم مژگان حجت بنا که اونم ریاضیشون مثل اینکه زیاد قوی نبوده ولی قبول شده. نه مردود. خانم جمع نژاد تعجب میکنه که چرا همه تون ریاضیاتون ضعیف بوده زیر سرخ بوده. میگه ایشون سوال میکنه میگه چرا من ریاضی نمیخوندم. اینم آخری که دیگه حوصله شما رو سر نبرن، میترا اشرفی قبول شده.
نمراتش هم خیلی خوبه، معلومه که خیلی درس میخونده. اینم احتمالاً حیات پشتتونه، از اون بافتای قدیمی ایرانه که خوشبختانه نگه داشتن و من خیلی دوست دارم شخصا. و نسبتاً نو مونده مدرسه، به خصوص این قسمتش. شاید این میزا بوده زمان شما ها. ببینم بازه، باز نیست. شاید زمان شماها این میزا بوده، من نمیدونم، ولی خب حتما تخته سیاه بوده، مثل این هم جای معلم بوده. البته توضیح واضح میدم، مسخرم نکنین. اینم یه کلاس دیگه است که ازش حیات معلومه. حدس میزنم این موقع ها وقتی که زنگ تفریح میخورده چجوری هجوم میآوردین به حیات. واقعا مرسی، خیلی قشنگیه. این پنکه هم احتمالا بوده اون زمان، برای اینکه سیستم های قدیمی. منم فضولی میکنم تو دفترها و شاید برای شما خاطراتی باشه. اینجا مثل اینکه آشپزخونه مدیریت. کلاس یک، این هم یه راه روی دیگه. این احتمالا از اون تخته هاییست که شما ها شاید دیدین. این هم یه دیدی دیگه از حیات. سعی میکنم دیگه چشمتون رو سیر کنم از مرستون. امیدوارم همه تون بتونین یه بار بیاین و از این مرسه بازدید کنین و خیلی آدمایی با محبت و دست و دلواز و خوبی هن. و خاطر جمع باشین که ازتون استقبال زیاد خواهند کرد. این کارنامه خانم میرمطهریه که نمرات خوبی داشته به غیر از ریاضیات مثل همشون. مرسی. این کارنامه خانم نازدانه روحانی که اسمش برام آشناست، دزیره روحانی. اینم کارنامه خانم رویا زرینکی است که نمره هاش سرخ نداره، معلومه خوب درس میخونده. اینم کارنامه خانم ریحانه طهماسبی که نمرات هم خوبه، سرخ هم نداره، قبولم شده. اینم کارنامه خانم گلین وفا که قبلا دوست من بوده، حالا دیگه چیز شدم، طرد شدم. اینم یه خانمیست که اسمش برام آشناست، نمیدونم دوستم یا نه، گلبرگ برزین. اینم آلین بازرگان، همه شونم قبول شد. خیلی خوشحالم که هدیه رو امروز برای تمام شاگردای قدیمی دبیرستان ژان دارک تهیه میکنیم و برای من که خیلی خاطرات خوبی زنده شد، امیدوارم که برای شما هم همینقدر جالب باشه. ضمناً در خدمت خانم اصغری مسئول جدید دبیرستان هستیم و خیلی پذیرایی گرمی کردن و امیدوارم که همیشه سلامت و خوب باشند. سلام عرض میکنم خدمت تمام دانش آموزانی که سالهای گذشته توی مدرسه درس خوندن و خاطرات خوبی از اینجا دارن. خوشحالم که در خدمت دوستان هستیم و امیدوارم لیاقتی رو داشته باشم که خاطرات خوب شما رو اینجا پاسداری کنم، اینجا بمونیم و برای شما اینجا رو حفظ کنیم. آرزوی بهترین ها رو براتون دارم. منم آخر دست تمام اون اشخاصی که کمک کردن که بتونیم این خاطره رو تجدید کنیم تشکر. اینم کارنامه خانم سحر سالور که یکی از دوستای خوب و با محبت منه در فیسبوک. نمره‌هاش هم خوبه، خیلی خوبه.
اینم کارنامه خانم نیکدخت صادقیان که خانم جمع‌نژاد میگه بسیار شاگرد خوبی بوده و نمراتش خوبه و قبول شده. اینم کارنامه خانم مرجانی حجت بنا. اینم کارنامه خانم صدیقی که ادمین سایت شما بوده. اینم کارنامه خانم نوشیندخت مصفا که ریاضیات ایشون هم یه خود ضعیف بوده ولی مثل این که قبول شده. اینم کارنامه خانم پرستو ملکی که همیشه خیلی محبت و خیلی خانومه. اینم فکر میکنم مال خانم مدنپوره که پایه‌گذار سیت بچه های ژاندارکه. سلام، من سمیه درجازی هستم، معاون اجرایی و دبیر ریاضی این مدرسه. خیلی خوشحالم. مدرسه ای که تمام دیوار به دیوار، اتاق به اتاق، هر چیزیشو که بگید با آدم حرف میزنه، کلی خاطره داره. خیلی خوشحالم که تو اینجا کار میکنم. این بود یه ویزیتی از مدرسه ژان دارک. امیدوارم که خوشحالتون کرده باشم و تجدید خاطری از گذشته شده باشه.